السلام علیکم سحر مو په خیر ستړي مشی اغاز روز درې ساتاخ پروان اپیل شو رحلמין نيازه د نورو همکارانو په مرسته راتلونکو درې ساتونو لتا سره یو په خبرونه کې به هم په مختلفو موضوعاتو لغ فلمانو سره بحث ولرو ده واد له شومالا ده واد له لويدي ځاوزه او له نور ولایتونو څخه په وخت مو درلو تازه حال احوال په درسره شریکو خو په اپیل کې راځي خبري رازو خبري و پاڼو تا د پزین خبري و پاڼو کې کوم مهم موضوعات راغلي راخ لمای په لار یان نيوځو پاڼو سره کوم لمړی په پاره دينه مهم موضوعات راخلم لمړي موضوع د ټاکنو اړوند سارون کې بنسټونه د رورځي له احتمالي غزولو خبر ورکوي سارون کې بنسټونه په بایومټریک سیسټم کې د ورکونکو او د ګوتو د نیخان هاوس ټیکرونو لګول ډیر وخت اړتیا لري چې لکهبل وايي د ورکونکو ونش کولای په یو ورځ کې خپل رای وکړوي د ټاکنو په ورځ باندې ورکونکو څو پړاوونه وਹੀ شیخ بلرای په رای, رای کسوړه کې واچبی لومړی دا رای ورکونکی نوم په نوملړ کې کی قتل کیږي وروسه د هغه پر تذکیرا د لګول شوې سټیکر ارزونه کوي او بیا د بایومټریک له پړاوه تیریږي د افغانستان د آزاد عدالتونو بنسټ رئیس یوسف رشیدووی چې وخت په پوره قتل نه ده شوی هر رای ورکول کې د 3 دقیقو ته اړتیا لري چې وکول شي خپل راایه په راایه کسوړی کې واچوي په دې حساب کار د ټاکنو وخت نه حساس وي نو د ورکول په هر مرکز کې واځ یو سلطاتیا کسان راي کارول شي چې له دې سره خی ډیر کسان د راي حق به برخي بي میټریک حق سیستم د چي د سارونکو په باور کارول ډیر وخت اړتیا لري دا همدیه کباله د دوی د محاسبي لمخي ټاکنیس بهیر به تر دري ورځو وغځول شي د افغانان د ټاکنو د سر بنسټ غړی حبيب الله شينواره وېشي د رايوش ميرنا کې د شي د شپې پر 9 بجو پيل شي ځکه چې د بایمتريك بهیر ډير وخت واړي او د را ورکولو بهیر هم وخت هم نه وخت تر سره کیږي په دې توګه نو شو کولای چې ټاکنیس رنګ د باور وړ و منل شي د ټاکنو خپلواک کمیسون هم وایي چې کا بایومټریک سیسټم وخت ونیو نو د ټاکنو وخت به هم وغځول شي د ټاکنو خپلواک کمیسون د دا دارالانشا رئیس سید دا حافظ الله هاشمي وایي کا اړتیا رمضان څښواد رای ورکولو بهیر به وغځو د ټاکنو خپلواک کمیسون منل دی د ټاکنو پرورس خای مامورین له بایومټریک سیسټم سره پورا بلد نیو چی په لومړی سره کې بعد رای ورکولو بهیر هم ټکناوي او بیا هم د ټاکنو اړوان په موضوع کې تمېګم صبرې اندر د محرومو او نرندر سنگ د ټول ملت اساسیتوب غړی د ولسی جرګې وازنی مالولي نومانده مېرمن صبرې اندر لارېانه نیوز لپاره ځنګړو خبرو کې سرګندکړی د نورو نومانډانو په سیر ټاکني ځه مبارزه کوي او لدی لارې غواړي چې د محرومو کسانو لپاره ځان بیلګکړي میرمن سبرې اندړ پر په خو معلومه ده خو همتې لاله سن ده ور کړې او د ولسی جرګې ټاکنو ته ل کابل څخه ولاله ده ل کابل څخه ولسی جرګې ته نوماندې میرمن اندړ وای چې د جرګې ته د ټاکنی جو حاصل پایللې ده نور په سیر کور په کور ګرځیدل پېل کړی ل خلک سره ناستایم غورالم چې نوی وظیفه په پا پارلمان کې د یوازینې مالولي میرمن پتوګه د خپلو خلکو استاد شم بلکې د حق غغ هم شم او د ناهيله و... او د ناهلو کسانو امیدونه پکه راجوندې کړم أغلي اندړ زیاته کړي چې مالولین د ټولنی غړيدي او کاول شي د ژوند په ټولو چارو کې رغنده وندولري خغله نن درسن خالصا چې د هندوانو, هندوانو او سکانو شورا د پلار له وژل کېدل ورسته ولسی جرګي ته ونومو او د هم د هندوانو او سکانو لپاره بیل شوي یوې سوقې ته پرته لسیا لودریت هغه وای غوړم د خپل پلار هلی تر سره کړم ماته نه وایي د اهل هندو او سکانو اساسیتوب نه په برخې شوی بلکې غوړم د افغانستان د ټولو خلکو اساسیتوب ته حمله وټړم دا نارندرا سينغ خالسا پلار او اوتار سينغ چې ولسي جرګي ته نومانډوه ننګرهار ته د ولسمشره شفغني د سفر پر مهال په یو ځانمرغي بریټ کې د یارلس نورو هندوانو او ساکانو سره وبشل شو چې اوس د دې دې جرګي نومان مول شوای دی او بیا هم پ تکنو اړوند موضوع کې تمیګم د ولسیجرګي سلويخ سلن نوماندانو د خپلواګټو د خوندیکاولو تکل کړي دی سلويخ خپلو کې نوماندان یوازې د خپلواګټو د خوندیکاولو لپاره د ولسیجرګي ټاکنو ته ولاړ دي د ځوانانو د ټولنیزو مدني بنسټونو د همغږی مرکز له سلور سوا نوماندانو غوښتي چې د دوی په نظر پښتنه کې برخه واخلي خو یوواز 203 نوماندانو د 65 لس پختونو ته ځواب ورکړی دی د 65 مسولین وې د نظر پختنه په پایل کې په داګه شوه چې لس نیم ډیر کاندیدان د ولسیجرګي د غړو له مسولیت څخه بی خبره دي د ځوانانو د ټولنیزو مدني بنڅټونو د همغږی مرکز غړه جمعه خان پویاوي د ولسیجرګي پردوازه و درې نوماندانو تر سره شبي نظر پښتنه خيچه شپېته پسلوکي نوماندان د وکیلانو مسولیتونه نه پیژنې دروښ پسلوکي له سياسي پوهي به برخدي او سلويخ سلنه نور د خپلو شخصي ګټو د خوندیکاول لپاره د ولسیجرګي ته د تلو ټاکار کړه ده ولسیجرګي ته د تلو ټاکل کړه ده د ځوانانو د ټولنیزو مدني ټولنو د همغږي رئیس عبدالوحد افغان وی چی په یو شمېر نوماندان سرلوسته د زینو کډیو ترغیز لاندې راغلی زکه نو په روانو ټاکنو کې پلان شویو پر اخو درغلی او اندیښنې را منست کړی دي د غبن ستل لر ورکونکو غواړي را دي خپل امانت وګني او هغه څوک دي تر برخمند کړي ملی او هوادنی یو ګټو تا ژوند وی او یو وبلو رسې موضوع هم لاریا نه نیوز په پانه راخلم ولسمشر په پا پروان ولایت کې د دوه دو پروژو پرانستو کړه د هواد ولسمشر شفغنی د دوشمبه په ورځ سحر محل د لوړپوړي دولتي پلاوي په پا مشري پروان ولایته سفر وکړ د ولسمشې د خبرپانې مخې ولسمشر د ولس دغه سفر په لړ کې د باریکاب کرنیزاو سناتي پارک پرانستا وکړه د ولسمشري په پا خبرپانې کې راغلي دا باریکاب ਕਰਨيزو سناتي پارک په پا یو زرو پنځه ویش اجري بزمکه کې جوړ شوای چې ترديده مې درې سوا سلويخ نمرې چې ترديده مې درې سوا سلويخ نمرې سنندکارانو ته ویشل شوې دي د غراز ولسمشر د جبل سراج نجراب د لومړی فا سرک پرانی سها مکړه دغه سړک 22.3 کیلومتره په پخه باندې قریزي شوی او لګښت د آسیا پرختی بانک ورکړی دی ولکه چې ولسمشر غنی بعد د جبل سراج د ارک د بیارغهونی لکارا د لیدنې ترڅنګ د دغه ولایت له ملکی پوځي مسولینو د دغه ولایت د خلکو له بیلابېلو از تاسو سره هم لیدنې ولري او زم رازم د ازادي رادیو پښتو په پانه ته لا دغه په پانه هم غواړم ځیني مهم موضوعات راوخلم ترډې راپوري راسپانو هم د ټاکنو اړوند موضوعات راخېست منګه هم ترډې راپوري کوخکه چې د ټاکنو اړوند موضوعات راوخلو دلته راځي راغلي په ازادي رادیو په پانه کې بهرنیو استخباراتي کډوی ته به هدف د رسیدو اجازه ورنکړو دا ټکنوک کمیسون ویلی د افغانان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې د زینو هیوادونو استخباراتی کړۍ او وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د انتخاباتو بهیر وګوخی خو دغه هدف ته ونه رسېږي امنیت د حق بهیر پر وړاندې خلک ورته پټم دي په ویلوې اندېخنې بدل شوی دی د افغانانځي انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د غو اندېخنې ته اشاره کوي او وایي چې وسلوال مخالفینو د زینو هیوادونو استخباراتي کړي خاصه کوي چې په هیواد کې د انتخاباتو بهیر ګډوډ وکړي خود کمیسون په خبره د غو اندېخنو په وړاندې به ودریږي او انتخابات به په ټول هیواد کې تر سره کړي دای وي ان شاء الله انتخابات د میزان په توښتمه چې راتلونکو نه شنبه ورځ دا تر سره کوو دا ځینې هوادونو استخباراتي کړې د دولت د وسلوالو مخالفینو په ملاتړ حصی کوي چې دغه بهیر ګډوډ وکړي خو زمنګ امنیتی اورګانون د با لکه څنګه چې د مملکنې په بهیر کې و خوده اجازه ورنکړي او خلک به مو د امن په فضا کې د خپلواخي کاندیدانو ته راي ورکړي په دې وروستیو کې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دغه هواد پر امنیتی وضعیت اندېخنه خوده لیدل د افغانان د مشتونه جرګې رئیس هم 13 ورځ لمنېتي او غانونو وغختل شي د انتخاباتو پر وړاندې خپل مسولیتونه په خطوګه ترسره کړی د افغانان د ولسی جرګې د انتخاباتو بهیر تا سلو ورځی پاتې دي هغه بهیر ته د همغږي او مسؤلیت د نشټوالي لملای په ځینو ولایتونو کې اندښنې موجوده دي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د امنيتي او غانونو په حواله وایي شي په ټول هیواد کې د رای ورکوولو د 1500 مرکزونو د دا امنیت داړ ورکولې ده د کمیسیون په ځینو ولایتونو کې د لولو امنیتی غوښونو موجودیت هم نه لای خدانه وایي چې آیا په دغسمو کې به انتخاباته وکړ شي او کنه هم دا شندغه کمیسیون په خاطر دی ویلي چې په ځینو ولایتونو کې د نامنوی لقبله د رای ورکوولو 2000 مرکزونه تړل وی هغه مرکزونه چې د نوملیکنې پر مهال هم تړلی و بل خو په د غروسې کې وسلواله طالبانو خبرداري ورکړه چې د انتخابات د بهیر مخه بنیسی د انتخابات د سرزنی بنسټونه سره لدی چې د انتخابات د امنیت لپاره د امنیتی اورګانونو حساست خوایي چې کاپ ځینو ولایتونو کې امنیتی وضعیت همدا شند دوام وکړي د ر ورکولو د تړلو مرکزونو شمیر به زیات شي د افغانان په آزاد او عادلانه انتخاباتو د 65 اجرایی رییس یوسف رشیدوی افغانان په جنگي وضعیت کې دی او سراسرې انتخابات به زیان وویني زګه ټول خلک په کې ګډون ونو شي کړي په زینو مرکزونو کې نوم لیکنه وشوونه په خلاص شي سربیره پر دې په یوش میر ولایتونو کې چې په دې ورسې کې په کې امنیتی غوخونه زیات شويب کېدای شي چې د خلکو مشارکت په کې کم او حتی و بدتل شي په هر صورت به سراسرې انتخابات و نه لرو خغل رشید وای په زینو سیمو کې روانو نامنيته په پا پام با وری نه دی چې دغه بهیربا په هغو مرکزونو کې چې امنیتی اورګانونه د دا امنیت ډاډ هم ورکړی تر سره شي د د په خبره اوس هلمن میدان وردګ سړی پل فاریاب فرا کوندوز تخار بدخشان ننګرهار او یو شمير نور ولایتونو او یو شمير نور ولایتونو دی چې له لوړ امنیتی غوخونو سره مخ دي او که تدابیر ورته ونني ولشي د اندې خنشتې انتخاباته کې زیان منشي او بیا هم په ځان دي راډیو پانه کې تمېګم د جمعتونو امامان حق نه لري چې دوی ځنګړی نومان پګټه تبلیغ وکړي د افغانان د حج او وقف وزارت وای د جمعتونو ملای امامان اجازه نه لري چې د ممبرونو لپاره د کاندیدانو پګټه کمپاین وکړي د غو وزارت وای جمعتون د کمپاین زاینه بلکې د عبادت ځای دی او هیڅ ملات یا او هیڅ ملای امام ته اجازه او هیڅ ملایم امام اجازه نه لري چې د منبر او جماعت لادرسه د کوم زنګړی کاندید په غټه کمپاین وکړي د دغه وزارت بیان اسحاق عرب د دوشنبه پورز ویل تر اوسه په دیاله دوی ته شکایت نه درېسېدلې او کچيرا ثابت شي چې د جماعتونو ملایم امام کاندیدانو ته کمپاین کوي ل قانوني چلن سره بمخشي نموړې واي جمعتون د کمپاین زینونه زینونه نه بلکې د عبادت ځای دی او هیڅ کله چا ته اجازه نو ور کول کیږي چې د کوم زنګړی کاندیت وګټه پکې تبلیغ وشي او یا هم خلک دی ته اړکلل شي چې کوم زنګړی کاندید را ور کړی کچې داسې کوم څه ثابت شي د قانون لمخې چلند کیږي دا په داسې حال کې چې په خارونو ول سوالیو کې اکثرا ملایم امام دا حاجوقاف وزارت لوري ما شخلي او د افغانستان د ملکی خدمتونو ل کارکونکو سره حسابيږي د انتخاباتو د قانون ل مخه دولتي چارواکي ل کاندیدانو د ملت اړ حق نلري تر دې اوडान دي افغان ولسمشر محمد اشرف غني د یو ځنګړي فرمان په خبرولو سره ویلو چی هیڅ یو امنیتي او ملکی کارکونکو د حق نلري چی په انتخاباتي کمپاینونو کې برخه واخلي او یاد کوم ځنګړي کاندید پګټه کار وکړي په د ورسې کې بیا داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې د امیر وختیا او کرنې وزیرانو له ځنګړې کاندید ملاتړ کړی و لا غو ورسته بیا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستاله همیرا حقمل په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي کړي چې د انتخاباتو د قانون لمخې یاد دوه وزیران هر یو لس لزر افغاني جریمه شو دي دی. په دې ورسې کې د پهنه وزارت هم اعلان کړی چې د دغه وزارت د یار لسک کارکون کې یو خون کې دا ولسیچر کې دا کاندیدانو په ګټه د دغه وزارت لایمکاناتو د اګټ یا خیسونه پتور ل دندې لریکړل شوې دي بلخو د انتخاباتو خپلوا کمیسون وای د دولتي کارکونکو ملایم امامو په ګډون د زنګړی کاندید په ګټه کمپاین د قانون خلاف عملي د دغه کمیسون د ویان مرسیال زبیو الله ساده لازادی ریڈیو سره په خبرو کې ل دیني عالمانو او د جمعات له ملایمانو و وغوښتل سو زنګړی کاندید ته د کمپاین پرځای د انتخاباتو د اهمیت په اړه خلکو ته معلومات ورکړي نو موري وی بیا هم له دیني عالمانو غوړو چې حس وکړي سو د انتخاباتو د پروسیو د انتخاباتو د ګټو په اړه خلکو ته عامه او هاواي ورکړي ندا چې د زنګړو کاندیدانو په ګټا کار وکړي په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر سرون کې بنسټونه له دې دلی فیفا یاد افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشیدوی د ملایم امامانو لورې زنګړو کاندیدانو ته کمپاین نه واځي دا قانون خلاف عمل دی بلکې دا په انتخاباتو کې د حکومت لاسوهنه خيي په وینا د اندیخنې وړ مسله ده او یو ورسې موضوع بل هم راخلم هغه د چي پاکستان لافغان ځکونو سره ترنخې ورسته د چمن بولډک دروازه تړلې ده پاکستانی مليشو لافغان ځکونو سره ترنخې ورسته د چمن سپین بولډک دروازه تړلې ده د دویستې پونوم د د دروازې د تړلو عمله دواړو غاړو ته په سلګونه مسافر او تازه میوه بار سلګونه موټر باندې فاتيده صوداگر وې کالارجر خلاصنشي ممکن درنه زینو نه ورواوړي د دا اقندار د امن کمنداني ویان ځا دوراني د دوشنبه پورزول د سپین بولداک خرابک اړوند د سروسانو پسيما کې د غزن سیم د غزاول عمله له لا پاکستاني مالیشو سره د افغان ځکو نو د پرونی جګړې ورسره اوس د غزاکونه د تیارسي په حال کې دي خغلی درنیوول من په هر حال کې د خپل خاورې دفاع ته چمتو یو او کوم امکانات کم هم کم دي خو بیا هم په خپل خاورې سر ورکو او د دوښمان د ټوپک جواب ټوپک پا ورکو پاکستانی ځاکونو په پا سپین بولداک ولسوالۍ کې له جګړې وروسته د چمن سپین بولداک دروازه د هر রাস্তه تر اتک پر مخ وټړله پر دغلار هر ورځ تر 2000 کسان تک راتک کړي هرغه مسافر چې ناروغان ورسره دي وی چې په سپین بولډه کې د دروازې پرانیستل کېدو ته انتظار کوي بلخو د لارې د بندیدلو لامل د دروازې دواړو غړو ته په سوداګری زتو کوو تازه میوې سلګونه بار موټر هم بن پاتې دي د کندهار د سوداګری خونی مرستيال عبدالباقي بنا ازادي رايو ته وند کلار جر خلاص نشي ممکن سوداګرو ته درانه مالی زینو نواوړي دای وي د پولیس د غاړې ته زمونږ ترسل ډیر موټره پوری انار ولادي هغه بل خو هم د دوی د میو په خاص ډول 200 موټره خلا بند پاتې ده یو کلمخ کی هم ډیرن کرخه تصویر مده کندهار د سپین بولد ګلسوالي اڑوان د لقمان او جهانگیر سیمو د ملکیت پر سر د افغان او پاکستانی ځاکونو ترمن سخت نه خت وښوه چې دواړو لورو ته پکې درنا مرجوب لوا وخته دا پاکستان په ځوی چې اغزنسیم د سرحد سیمو د امنیت او د تروریسانو د تاګراتک د مخنیوي لپاره لګوي خو افغان حکومت د پاکستان د کار غیر قانوني بولی او حمدي سرا رسی ګلنده د امنیت د مخلو له د میراث بیا بیر ترګرزخ پرونه اډه ملل راغلاس به هم ستړي مشه په کابل کې د یو انجل لوري له 200 زیات مېرمنو ته دا ظرفیت لړاونې پروگرام پیل شوای دل پینزو ځنونو څخه دلت مېرمنو راټول شوې ترسو د دوی د ظرفیت لړاونې په برخه کې کارو شي نن په همدغه موضوع باس کو چې دا سناست چې د خځو لپاره جوړیږي دغه نس افغان وومن سميت یاد افغان مېرمنو نو نس ته په نامه باندې بلل شوې چې پینزو ربا ورته پای دامه پیدا کړی دا چې دغه نس سمرا محمدي د خځو لپاره د مېرمنو د ظرفیت لړاونې لپاره همدغه موضوع د یاد 65 لیو تنغړی سره به باس <محس> ولارو په استډیو <محس> کې مل <محس> ملارو سفیول الله حکیمی د خاقلی حکیمی سره بعد پم د موضوعات بحث ولارو خاقلی حکیمی ستړي مشه سره په خیر راځي که په لدی سخه کو چې داسې ناس دي د افغان مرمنو لپاره د افغان مرمنو د ظرفیت لوړونې لپاره څومره مهمه بسم الله الرحمن الرحیم د نن خوست صبح همشه ما را بخیر میګم کسایی کې بلنده ستنه واسو سلام تنظیم کوم خدای نشسته بونونه ما کې بروندوښتم ای در حقیقت یک خود برنامه به خاطر توانمندسازی بنوان افغان است که ما امروز می بینیم که بنوان افغان در افغانستان با چالش‌های های زیاد مواجه هستند و این برنامه بسیار مثر می تونه بشون باشه یعنی یعنی کوم برخه کی تاسو یادونه وکړه چې مثلا کچیت ته د ظرفیت لوړونې باره کې په کوم برخه کې تاسو دوی درس ورکوي ټریننګ خب برنامه شامل پنج بخش می باشه یا خدامی کنفرانس که بخش اولش شامل توانمندسازی افغانستان است برون افغانستان است که به نام استنوود هر است این کنفرانس روز اولی ماست کنفرانس روز دومی ما به نام نشست بانوان افغان است و کنفرانس ایمو کلپ شبه سازی است که مربوط دیپلماسی میشه یا برش میگن ایم و روز دیگه شام کنفرانس بعدی ما در مورد اومن ان آرد و اومن انوارمت می که به فرسی میشه که زنان در بخش هنر و همچنان زنان در بخش محیط زیست چکاره کده میتونن که در روز اول البته در روز اول در روز دوم و تماما در مجموع به شکل گروپی سرشان کار میشه و تیرون هم دیده میشن و این خیلی مصر پرشون میشه بله. پینزه رزول پاره با دقا ناسته ای؟ بله او رزی کپدی و غیگی گوچه سومره کاول شي چې شخص مثلا تشويق کی ځکه افغانانی او سنتی ټولنه د خزو په برخه کې مشکلات خصوصا د کاري فرصتونو په برخه کې سومره په خزو تشويق کې تر سودويو کول شي ل ناري نو سره یا لنارونو سره وګ کار وکړي خوب دروز اول ما کسایي کې متخصص استن از بونوان افغان هم شران از ولایتای مختلفه کسایي کې دری مورد مفهمم ما اونور اورديم اونا په حساب میهمان ما استن و اونا برزینو ترين میتن که اینا ظرفیتشان هم خاطر ارتقای ظرفیتشان هم شدن صحبت میشه و ارزی که چه قسم در بخش تجارت یا آیده بزنس که دارن چه قسم سعیم شون تمام از رو در برنامه ما مو راهنمایی میکنیم پا کم یار بانی دقا میرمند گوختل شوی مثلا در پاهنتون سوک چه لسانس و لری دا مکتب نپارق شوی پا کم یار بانی تاس را میار از ایک البته اکثرشان محصیلین هستند کسایی که از بین سینین 18 تا 30 سال هستند، و اکثره شون از پنتونه مختلفه افغانستان څخه از پنتون کابل هستند همچو نه از ولایات دیګی از بلخ است کندهار است پروان است واقع دهور میبشه بلې و کپدیم بحث وکړو چې داسې خزم پکشته دراس مېرمونم کو کښ شغوی برحال وظیفه ولر کڼ ټول واځ محسلین دي از, از, از بین اشتراکونه بله بله از بین اشتراکونده بله کسوي هستند که فعال مدنیوم هستند مونته اکثره شون مسلین میبشه بله او کپدیم باسو کوچه دغه 250 خزيات ميرمن چې راغلي د ناستکه ګډون کوي مخ يا ما يا دونه وکړه چې تاسو ميا دونه وکړل په 200 نه سره پراتون کې کومه څه پلان لري چې په ولایتونو کې خپل په زون کې د زون په کچا باندې يا د زون په سطح باندې دا څنګه سترا سره کوي بله ای برنومه فعلی مکهسته ای در کابل برگزار مېشه مونږ تا ما تصمیم درهم چې در د برنامې آئنده ما ان شاء الله در در ولایتای بلخ همشرمون هرات او قندهار همشرمون مایه رویداد سره کوم چې برگزار وکړي یاند اول ځل چې په کابل کې تاسو پلان راچولای هغه لدی مخکمه داسې ناس تر سره شوې قابله زین یو برنامه دی که همشرمون چې بر... په نوم ام... کانفرنس متشابسين جوان کو همشرمون از طبقه او ناس او طبقه زکور بیدند چې در پنتون کابل وجا برگزار شول او ام... ای کانفرنس دومي مستقیر برگزار میکنه و ای صرف مختص به طبقه او ناس میبشه او پرادلونکي اجازه سره په پروګرامم لړی چې لمرمنو راخه د ځوانانو لپاره د نارینه والو لپاره د پروګرام په لار کېونی څه؟ bale yo dar majmu khude nahadoma bara ame jovanan kasay ke jovanay ke idea ha ya hamchanan kasay ke barnamehay daran ke ba mafudiyat jamae wa yek taghir musbat ra dar jamae ijad mekonan ma uno ra komak mekonim ke ora ba waqiyat ya ba amal ora piyada bkonan و در مجموع ما امو برنامه هایی را که میگیریم در مجموع تمامش به خاطر ارتقای ظرفیت جوانان می باشه و برنامه فیلم مختص به خانم ها کده میره در بله, بله, ما برنامه داریم که عام طبقه زګور هه په طبقه یان است پر برگزار میکنه بله د داس وزارتونو سره ما هماهنګی شته د تاسو همغږی موجوده ده چی مثلا سوق وظیفې تماريفي کړی سوق د کار لپاره سوق د تجربه لپاره ماريفي کړی بله آه در کانفرنس دويمي ما کې کانفرنس متشبسينسته لپاره بانو د وجه موجه دونرو میباشن و کسایي کې و سه نفر انتخاب میشن سی ټیم البته کسایي کې ټیمهای یا امایدهای فوقلاده داشته اند ازوځ یک انتخاب شدند ما برزونه ام فرصتای کاری شونه ما ما حیام کویمه همچنان به مدت دو ما اونا ترنینگ میبیننه او د داس بله د داس ناس او مصرف سو ګر کی داس معلم لا تړکون کی حمایت کوون کی ملارای بله حمایت کوون کو برنامه ما پارتنرش یوسنبسی میبشه اوس ولایتونه کوم دفترونه لري کنه یواز په کابل کې فعلان دفتر لري درې فعلان صرف در کابل دفتر دی پلان لري پراتلونه کې چې په ولایتونه کوم دفترونه پرانیځ کنه یواز تاسو ډېر تمرکز تا په مرکز باندې خب پلان مرکزی ما خب خود پایتخت میبشه شهر کابل است مونتا دراینده ان شاء الله مون تاسیم درې قسمه گفتم در شړای در شهر مزار شریف و همدارنګه شهر هرات ما تاسیم درم کې यक به یک, یک نمندګی وجه همچنان موجه باس وکړم بله دا سه نتیجهگیرم کله کړه چې داسې ناس ته زیاده سے غونډې تر سره کیږي سمه مثبت په لاره سمه مثبته نتیجه لري بله او بعد ازې کله کانفرنس اولی را بعد ازې کبرګزور کړم ځوانو خله ایده های بسیار عالی او مثبته داشتن ک چې ازو جمله در مورد همې بزنس بودن ک بزنس خود چه قسم آغاز وکړن یا همچنان یک ای دی ک در مورد تجارت دارن امونو وجه کار میکدان و ای خیلې مثبت برشان تامه شوک بعد از نتیجه گیری به مو فیدبیک کې ورشان دادیم خیلې مثبت وخه شد بله او امکانات مبارکه کوغي کوچولایته نو څه خمیرمنو غدون کړه کوم امکانات د دپ تاسو ورته په کابل کې په نظر کینولې امکانات شالبته د قسمت بوده бош است همچنان در قسمت امنیاته یا اموجه بوده باش باشه و همچنان مصارف سفر یا ترانسپورت که اینا از ولایت‌های مختلف میان پرداخت میشه. او کلا چی داغ پینزا و رزی داغ پای تا که بیا په که کې ورته سرتیفیکت ساز نداشت وای. بله بعد ازی که کنفرانس تمام شد ما بچون سرتیفیکت دادم میشم. البته باز افراد مختلف استن مثلا کسایی که صرف در کله فرهنص اولی مشتراک میکنن برشو یک سرتیفیکت داته میشه او کسایی کی در مجموعه در په مدته 5 روز اشتراک میکنن بروزونه همچونو سرتیفیکت داته <متفرالمون> میشه <ماشرت ميشه> در اخره برنامه بله یعنی هم دغه اوس چې د 250 کس مېهمونو غډون کړي پراتون کی کوم کوله شي د دویم زله لپاره کدا چیرته داسي نشستونه تر سره کیږي اناسی تر سره کیږي دوی بیا په دویم زله لپاره اشتراک کوله شي برابر دوم البته بله هم ی نو میتوننه د برنامه یی بعدی هم همچونو میتون اشتراک کړي بله ډیره زیات مننه ا صفي الله هاشمي کوم والداني زیاتمنه شد د پروژي پاکلا یاد دغه ناس پاکلا موللم سره معلومات او هواوال سره معلومات شرکري مننه تشکر است شما جنکه دامت بنام یاد خدا صحبتان بخیر شما را یک بار دیگر به از برنامه های آغاز روز خوش آمدید میگم و در این بخش برنامه آقای شاپور نوید فعال امور جوانان در سیدو با ماست و بیشتر در مورد برنامه های کاندیدان برای جوانان همراهشان بس میکنیم آقای نوید شما را بس خوش آمدید میگم ابتدا میشه در مورد پارلمان داشته باشین از اینکه این پارلمان و پارلمان های گذشته چی تفاوت دار از اینکه دو, دو پارلمان چقدر جوان ها خود کانید کرد پارلمان و نظریتان داشته باشید بسم الله الرحمن الرحیم یاد و خدا سلام حرز میکنم خدمت شما و خدمت سلامش. تمام بیننده عزیز تلویزیون جانی هاریانا بس روی از اینکه این پارلمان فعلی را با پارلمان گذشته ها ما مقایسه بکنیم اگر ما به پارلمان گذشته نظر بیاندازیم، متاسفانه موجودیت جوانای نخبه در پارلمان به ندرت دیده می شود و بیشتر کسایی بودند که بر حساس همو مردم سالاری هم تا جایی نیامده بودن به پارلمان کسایی بودند که بیشتر بر حساس همو قدرتی که در منطقه یا در قریه یا در امو ولسوالی یا شهر داشتن اونو بر اساس همون قدرت که از قبل داشتن و نفوسی که داشتن آمده بودن این بار ما خوشبختانه وقتی که به سرکا و جاده ها میبینیم بیشتری از کاندیدای پارلمانی هم سال ما شکر الحمدلله بیشترشان مثل ما و شما جوان هستن با یک برنامه و نیروی خاص میخوان وارد پارلمان شوند و برای رونق دهی و شگوفایی اقتصادی و سیاسی و تمام عرصه های مختلف زندگی مردم افغانستان وارد حمل شوند و برای مردم میخوان که خدمت بکنند ولی اینجا ما نمیدانیم که اینها چقدر میتونن خدمت بکنند و برنامه آزا برای خصوصا قشر جوان و قشر تحصیل کرده چی هست تا جای واضح و آشکار نیست متاسفانه درست پرسش همینجا مطرح <تصفح> میشه از بیشتر جوانان در پارلمان خود کاندید کردن این برنامه هایی شما چگونه میبین از اینکه تعدادی از جوان ها برنامه های خود هم در مسیر مردم اعلان کردن چگونه میبین شما؟ ما وقتی که مینگریم به برنامه های سایبان خصوصا جوان ها هر کدام از خود یک برنامه خاص میخوان داشته باشند یکی مثلا میخواه که ما میگه ما بعد وقتی که با پارلمان را پیدا بکنیم گروه پارلمانی را تشکیل بتیم یکی میخواه مثلا نگه که ما برسی های تحصیلی را بیشتر برای جوان فراهم میکنیم و هر کس با برنامه های مشخص میخوان که وارد حمل بشان ولی آنچه که باید برای یک جوان لازم است برای این وارد حمل شد ما متاسفانه در نهاد کاندید صاحب ها را نمیبینم بلد. یا مثلا میخوان میخوان که ما زمینه تحصیل فراهم میکنیم ولی نمیدانیم اینها چگونه زمینه تحصیل فراهم میکنن در حالی که پارلمان یک نهاد قانونگذار است نه اینکه یک نهاد اجرایی است درست است اگر شرایط مساید بسازیم با جوانان مثلا دید و در اضافه بکنیم و بر نهادهای برای جوانان بسازیم و از این طریق ما میتونیم یعنی پاسخگوی بر نیازمندی های جامعه, و جوان ها باشیم ولی در غیر از صورت قسمی که کاندید با بردم های خود اعلان میکنن از این روزا من متاسفانه اون چی که برای مثلا شخصا برای خود لازم است من هم میبینم در دیدگاهش بله. هست از دید شما نقش جوانان در پارلمان فیلی چون نقش جوانان اگر جوانان واقعا با اون نیروی که دارند و از درد جوان میبرایند با او وارد حمل بشوند نقش خیلی فعال و گسترده رو می میتوانند بازی بکنند برای از اینکه ما جوانایی داریم که خیلی صادق هستند اگر با ما صداق صداقت بتانند این کرسی های پارلمان هشغال بکنند من مطمئن هستم که وضعیت افغانستان در پنج سال در به شکل فعلی که است از این شکل به یک وضعیت خوبتر و بهتر ان تغییر خواهد کرد بله ارجوبیتان از نگاه صد تحصیلات و از نگاه صد تجربه ای جوانایی که در پارلمان خود کاندید کرده چو نمیبینید اکثریت جوانان جوانای نخبه هستند تحصیل کرده هستند دانش آموخته هستند از از دانشگاه مختبر مختلف دنیا سندهای ماستری و دکترا و لیسانس دارند ما در دا این قسمت شکی نیست یعنی جوانای فرزانه و نخبه داریم ولی بعضی این نگرانی ها وجود داره که یک تعداد میگن کسایی وارد حمل میشوند که با اسنادهای تحصیلی و مدارک تحصیلی جعلی ما نمیدانیم که اینها چقدر یعنی درست است و چقدر دروغ است رو ما مثلا نمیتونیم که ایره واضحی بگوییم هست که جعلی است هست, هست که جعلی نیست ولی با همون نیروی که ما میبینیم با همون صدا و شارهایی که میبینیم ما میگیم که اگر یا با پارلمان بیان انشالله وضعیت کشور به شکل بهتر و نه و درست خواهد کرد بله از زیر شما اکنون جامعه نیازهای نیازهایی داره بخصوص به جوانای دیگری ای که این جوان ها میخواین به پارلمان را بیافن چی برنامه داشته باشند تا بتوان نیازهای جوان ها را مرفوع بسازن؟ ابتدا ما فکر می کنم یکی از علاقمندی ها و رغبت های جوان ها به رفتن به پارلمان یه است که همگی ما و شما از پارلمان بسیار ناراض هستیم همگی میگن که شکایت دارن فلان وکیل این کار کرد فلان کار کرد وقتی که یک جوان میایه وارد حمل میشه می که ما تکرار نکنم باید همون چیزهایی که وکیل سایبایی دیگر در گذشته انجام دادن ما با یک نگرش جدید با یک بینش و دید جدید میان وارد حمل میشویم و برای جوانا کار میکنیم شرایط تحصیل و دانش و در ارسای مختلف اقتصاد و یعنی این چیزها بر جوانا ما معیا ما میسازیم بین آن جوانا مثل مایی که در بیرون هستن یعنی بهترین فرصت است برای ها نخبگانی را انتخاب میکنن که آنها از درد جوانا می براین. نه اینکه باز هم کسی بیاید که من که جوان در دانشگاه یا خوابگاه از یک طرف در یک کتاق مخروبه مخواه میکنم از طرف دیگر چیزی را که ما کش میکنم اون طرف دیگر موش کش میکند یعنی این مشکلات ها را تمام جوان داره و اگر امروز جوانای ما بتارند یعنی با همین نیرویی که دارند وارد همه شوند من خیلی خوشحال هستم که اطمینان دارم اینها میتارند ما را هم از امون خوابگاه های خرابه و مخروبه بکشند و همچنان جوان دیگر هم هنشالله کمک و بله. چی می فکر می این جوانایی که خود به پارلمان کاندید کرده آیا از اینکه شما هم دانشجو هستید دانوجو هستید بله و دیگر دانشجو ها هم آیا از این میان نامزدان نامزادان کسی سر زده به شما و در مشکلات شما حرف زده و در مورد شعارهای خود همراه شما گفت در مورد برنامه خودان همراهتان گپ بله بیشتری از کاندیدایی که جوان هستند از جوان هستند یا خودشان آمدن در اتاقای ما و یا نمایدهای خود روان کردند و اما برنامه ها و دیدگاهی که داشتن با ما شریک ساختند اکثریت جوان و دیدگاه هایشان خوب است در, در آغاز مگم ما نمیدانیم که بعد از اینکهشان شان به پارلمان بروند چقدر تغییر خواهند کرد و چقدر به امو تهاداتی که دارند پابند خواهند و ما نمیدانیم یعنی از قضاوت بکنیم از دید شما باید یک نامزدی که جوان است و مثلا به پارلمان را بیافه باید اماهنگی و با مردم چونه باشه؟ وقتی که جوان میخواه از میان جوان ها برای وقتی که میخواه صدای جوان ها باشه همواره باید دروازه امو جوان وقتی که جوان وکیل باشد برای تمام جوان و برای تمام حقشار جامعه باز باشد مشکلاتشان را بشنود همیشه در بین جوان باشد وقتی که امروز مثلا به اتاق من میاد به خوابگاه من میاد امو نامزد وکیل با در هاینده وقتی که به پارلمان رایاف باز بازم مثل سابق بیاید با ما بشینه مشکلات ما را بپرسه از طریق ما مشکلات های دیگر اکشار جامعه را پرسان بکنه و از این طریق ما مشکلات ها را در در مرکز ولایات و حتی روستا های دور دستم مشکلات از اونم پیگیری بکنیم در غیر از این اگر مثل وکیل که ما نمیخوام مثلا انتقاد بکنیم ولی همین بوده وقتی که یک مشکلی ایجاد شود اینا از از جوان وسیله ابزاری استفاده میکنن و اینا یک وسیله قرار میتن برای برست آوردن هدفشان و باز هم وقتی که به هدف خود رسیدن باز دروازه برای جوان ها بسته است و تا یک ماه و در روز پنج روز ما نمیتونم وکیل خود ببینیم و با او صحبت بکنیم و مشکلات خود با اونها در میان بگذاریم بله. از اینکه خودت هم یک جوان هستید و دانشجو هم در زمین چه مشکل های صدرهای خودت و دیگر جوان ها وجود دارد؟ صدرهای مشکل ها مشکلات های فراوان و متعددی وجود دارد امروز جوان ها در عرصه های مختلف کار میکنن ولی باز هم در هر عرصه مشکل دارن وقتی که دانشجو باشی مشکل زیاد داری وقتی که کارمند باشی در دوایر دولتی و غیر دولتی مشکل داری و خصوصا مشکلاتی که جوان ما دارند اون جوانایی های است که امین حکنون و خاطر دفاع و حفاظت و اراست از خاک و سرزمین کشور خود رزمند و جنگ میکنند در خط سرخ با دشمنای قسم خورده ای کشور ما مبارزه میکنن مشکلات جدی اون اونا, اونا دارند من میخوام کسایی که در پارلمان را پیدا بکنن اولین کاری که باید بکنن برای ارتش و نیروهای دولتی که جان خود می رهن. خون می برای از اونا یک برنامه خاص داشته باشند که از این مشکلات ها اونا را نجات بدن بله حکومت در ابتدا برای جوان ها هم شعارهای داده بودن فکر بله چقدر در اون در جامعه عمل با هو سرحدی که مثلا سران حکومت وعدت ملی در دوران کمپاین ها و کارزارهای های انتخاباتی خود برای جوان ها وعده کرده بودند حتی می‌خواستند که یک وزارتی را برای جوان ها بسازن متاسفانه اولین تحادشان که همی ساختن یک وزارت برام وزارت جوانان بود در این وعده خود اینا هیچ نو اقدامی نکردن و در پالویزی که اقدام نکردن حتی هم ملیت جوانانی که هم وجود داره اکنون به نام جوانان همور هم درست سپورت نمیکنن که او مشکلات جوانان را حل فر... چه... بکنه و به مشکلاتشان رسیدگی بکنه هست که مثلا موینیت همور جوانان در قسمت فرام کردن شرایط تحصیل و برسی های تحصیلی و کرس ها و آموزشی کار میکنه ولی خیلی معدود است اگر کردن باشد یا بسط مرکز در کابل و یا هم بسط مراکز و ولایات ما می که مینیت امور جوانان و نهادهایی که برای رشد جوانان کوشش می این فعالیت های خود گسترده تر بسازند در روسته های دوردست ببرند و با جوانایی که در روستا ها هستند اونا را هم از برنامه هایشان آگاهی بتند در قسمت های مختلف مثلا در عرصه سیاسی برایشان یعنی زمینه از این شود که مشارکت سیاسی داشته باشند در عرصه اقتصادی برنامه های و انواع برنامه های متعدد که مثلا برای یک جوان لازم است فراهم شود بله پارلمان برام جوانان هم تشکیل شده بله فکر میکنین اون چقدر توانست برای رفع مشکلات <applause> جوان ها یعنی مؤثر باشه و برنامه که اونها داشتن چقدر مؤثر به جامعه بود من متاسفانه از پارلمانی که برنامه جوانان ایجاد شده دو سال قبل خبر شده بودم یعنی یک سال بعد از آغاز فعالیت های برنامه ای که آنها داشته و جناب رئیس جمهور صاحب تمام جوانان را از تمام ولایت افغانستان جمع کرده و در کابل یک نادر به آن پارلمان جوانان ساخته من فقط نامی از شنیدم تا حال فعالیتی از را ندیم که چه فعالیت هایی کردند در حالی که تا جایی که به خبر هستم آنها میگن که ما دستاوردهایی داریم که در روستاها و قریجات هم رفتیم فعالیت کردیم ولی ما تا ندیدیم که چین کاری شده باشد جوانان فکر میکنین همکنون چی های دیگر در جامعه است تا جوانان سرش کار کنند و پیامت به جوان ها چی است که باید در زمینه چی چیزا باید آنها کار کنند تا بتانه مفید به جامعه باشند و همچنان به مردم پیام ما به عنوان یک جوان برای قشر جوانی است که ابتدا باد تحصیل داشته باشند دیگه تحصیب نداشته باشند و بعد که تحصیل داشتن اطمینانن آنها تحصیب هم نمی داشته باشند و بعد بیاین در عرص های مختلف باید کار بکنند ما دیداری از جوان را می بینیم که آنها تنها عدفشان زنده بودن است زندگی کردن نیست ما انسان هستیم ما باید در پالوی از که زنده باشیم زندگی بکنیم به این معنا که ما باید کاری بکنیم که برای نسل ما بعد خود یک چیز را از خود به جا بگذاریم این مسئولیت ما هست تا ما بتاریم در عرصه‌های مختلف مثلا ما یک جوانی را بگی که وقتی او را به یک نهاد دعوت بکنی مثلا در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی بی‌خبر هست یعنی اون چه که باید یک جوان اکتیو باشه و فعال باشه اما نیرو در وجودی از او دیده نمی شود او تنها دنبال همو هارزوها و همیال خواسته های شخصی خود است و این فکر نیست که یک جوان دیگه که در ما هسته او با چه مشکلاتی روبرو اگر من امروز مثلا مشکل داشته باشم من مشکلات جوانای دیگر هم درک میکنم به خاطر رفع نیازمندی از او من کوشش میکنم مثلا در می مثلا میخوام که در قسمت ورزش مثلا برای جوان ها همکاری بکنم یکی نمیتونم من و لاقل در دید مست در ذهن مست که باید همین کار بکنم پس پیام من است که جوانای دیگه مثلا این کارها را بکنن بیاین یعنی نادها را بسازن ولی نهادی که مستمر باشه دوامدار باشه و برای رشد جوان ها کمک کرده بتواند بله پرسش هم مطرح میشه از اینکه بیشتر نهادها در جامعه ما تشکیل شده و بیشتر جوان او فعالیت میکنه محصریت این نهادها ها برای جوان ها چقدر بوده در جامعه؟ یک تعداد از نهاد های که آنها مستقل بودن خیلی مسمر واقع شده هند ولی ما نهاد هایی را هم داشتیم که از طرف یک سازمان یا از طرف یکی از بزرگای قوم یا از طرف یکی از کسایی که در رأس قدرت در دولت هستند آنها را سپورت میکنند آنها را حمایت میکنن تا زمانی که به هداف خود نمی وقتی که به هداف خود رسیدن باز زمان نهاد اعلام میکنن نهاد از هم میپاشه و یک فروپاشی ایجاد میشه بعد هر کس باز دنبال مکارهای قبلی خود میره و نهاد از هم میپاشه و هیچ موثریتی را برای جوانا یعنی واقع نمیشه. ما نهادهای زیادی داریم و خود ما هم کار کرده بودیم در بعضی نهادها که فقط تا یک مقدار جا یا مثلا تا انتخابات ها ساخته میشن تا انتخابات خو این نهاد نیست این فقط آنها به خاطر کسب قدرت یا یک مقدار بودیجه یا میخوان به خاطر به دست آوردن یک شغل لابیگری بکنن مثلا میخوان ما یک تعداد نفر در این نهاد خود داریم ما با شما این کار رو میکنیم و در اینجا جوانا ابزار قرار می کرن. از جوان ها سوء استفاده می که متاسفانه این خیلی دردآور است برای جوان ها هم هستند که میفهمند که ما سوء استفاده می هم هستند که آنها در فیسبوک و در شبکه های اجتماعی برای یک تعداد از کسایی که در بدل یک پول ناچیز یا یک درآمد کم تعریف میکنن توصیف میکنن که من میخوان جوانی به این شکل باشد جان باشد اکتیو باشد با نیروی بسیار ویژه و خاص کار بکند فعالیت بکند و زندگی خوب داشته باشد شما از آگاهان و همچنان شماری از جوانان میگن که دیده میشه در جامعه فرهنگ کتابخانی در میانشان کم است اگه اینا به نحو دلسرد هستن از زندگی از دو روز و همچنان به می شکل یک تعداد از جوان ها از بیکاری رنگ می فکر می کنیم اینی چالش هایی که در جامعه موجود داره آیا نامزادانی که می خواهند در پارلمان را بیا ها باید برنامه به با اینا نداشته باشند؟ چرا نداشته باشند؟ با صد فیصد داشته باشند علت عدم فر فرهنگ کتابخانی در میان کشید جوان یکی از علتهای این از است که برای جوان ها یک بحران فکری ایجاد شده است این بحران فکری ناشی هست بیکاری جوان است وقتی که یک دانشجو به دانشگاه را پیدا می وقتی که چهار سال دانشگاه را به پایان می رسانه با یک بحران فکری فکری از او آرام نیسته وقتی که دانشگاه می رود، از دانشگاه رخصت می شود، به این فکر است که اگر من اینقدر پیسه که مصرف می کنم اینقدر مصارف که دارم فردا من از دانشگاه فارغ میشم. آیا من وظیفه پیدا کرده میتونم یعنی فقط 24 ساعت در فکر و خیال از اوسته که ما چگونه میتونم وظیفه پیدا بکنم چگونه میتونم کاری داشته باشم این یکی از علت های است که جوانان نسبت به درس خواندن و نسبت به کتاب خواندن علاقه کمتر دارن و در پالوی که از این علاقه ندارن و این به نسبت به کتاب خواندن و مجله خواندن و روزنامه و این چیزها باعث میشه که جوانان رو بیارن به برنامه های غیر اخلاقی و برنامه های که مفید واقع نمی شود و از از او بیشتر است برای جوان ها اونو به اون رو می و تحصباتی که هم در میان تعداد جوان ها هستند ناشی از عدم مطالعه است. اگر ما مطالعه درست میکنیم ما این به این تحصب نمی داشته باشیم در بین خود ما بله و فکر میکنین می کلمه شما اشاره کردن از اینکه بیشتر جوان ها هم از این ناهیه رنگ میبرند خاطر متفق شدن و اتفاق اتحاد ها باید چی جوانا باید خودشان فعال شوند یعنی با مفکوره که دارند با فکری که دارند با دید خود وارد حمل شوند. نه اینکه مثلا یکی از بزرگا یا کسی که میخواد از جوان وسیله به عنوان یک ابزار استفاده بکنه دنبال هزو بروند می ما میبینیم بزرگای خود میبینیم در بسیاری از صحنه های مختلف از جوان استفاده میکنند وقتی که یا از وظیفه خود برطرف می یا از مقام خود کنار زده میشوند یا بعد می رجوع می کنند به جوان ها در حالی که وقتی که با در امو مقام در امو در امو سطح قرار دارند یک بار نمیان که به دروازه جوان یا از, از, وضعیت جوان خبر بگیرند وقتی که او طرف شدن باز می جوان را ابزار قرار می و به جوان ها بیرک می را وادار به می کنند که بیاین در خیابان ما شهار میزنید این خو جوان نیست جوان کسی است که دیت خود کار میکنه نه اینکه کسی دیگه بیاد تو را رهبریت کنه تو هم رهبریت غلط اگر رهبریت درست باشه ما هم تمکین میکنیم ما هم پیروی میکنیم ولی رهبریتی که او ما را به سوی هدم میبره به سوی نیستی میبره او گونه رهبریت رهبریت نیست او فقط استفاده غیر اخلاقی و سوء استفاده از جوان است. پس جوانا باید خودشان فعال باشند، با دید خود، با نگرش خود، با اندیشه خود کار بکنند و برای هم دیگر مفید واقع شوند. بله. سهم جوانان در حکومت چگونه است؟ از دید ما سهم جوانان در حکومت خیلی کم است، پایین است. و اگر یک تعداد جوانایی که در حکومت حضور دارند، اونها بر اساس میارهایی که حالا در جامعه ما مروج و بر اساس همون میاره ها یعنی میاره های قومی و سمتی و زبانی و ارتباطی اگر ارتباط داشتی با کسی میتونی در یک اداره دولتی کار پیدا بکنی اگر نداشتی دیگه تو میدانی وضعیتت که در کجا میروی با کجا خواهی رسید بله و برای بیرون رفت از چالش های اکسدر های جوانان اکنون وجود داره چی باید چه وزیر شما چی رای وجود داره؟ برای بیرون رفت از این مشکلاتی که صدرای جوان هسته ابتدا باید خود حکومت برای از یک زمینه کار فراهم بکنه خود حکومت اقدام کنه که مشکلاتی که برای جوان ها ایجاد شده این مسئولیت حکومت است به خود جوان ها هم نمیتونه کنه ها بیاین یعنی مشکلات های خود خودشان رفع بکنن و حکومت پاسخگو است پاسخ هست است بیشترین کشد در کش جوان تشکیل میده از جامعه پس وقتی که ما اکثریت باشیم طبعا که باید برای ما یک کاری ایجاد شده که ما هم مشکلات که داریم از او بداریم بله سپاسگزارم آقای شاپور نوید فعال امور جوانان از اینکه در برنامه حضوری شکر سلامت باشید ادامه برنامه آغاز روز است و یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم و در این بخش برنامه آقای مهرابلی صفدری استاد دانشگاه در سیب با ماست و بیشتر در مورد خواست طالبان برای بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان بس میکنیم آقای صدری شما را بس خوش آمدید میگم ابتدا میشه دید در مورد خواست طالبان داشته باشیم از اینکه گفتن نیروهای خارجی باید از افغانستان بیرون شد. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام خدمت شما و همکاران تکنیکی تان و تمام بلندگان تلویزیونی آریانانیوز خب مذاکرات را که آقای خلیل زاد خلیلزاد مشاور سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا و راجع به مسائل صلح در افغانستان آغاز کرده و صحبت هایی را که با گروه طالبان داشتن در قطر ظاهرا گروه طالبان درخواست داشته مبنی بر خروجی به خارجی ها و نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان یک گپی جدید نیست طالبان در حقیقت از زمانی که جنگ بر علی طالبان آغاز شد و بعدا طالبان بار دوم دو کم کم قدرت گرفت و این مسائل را مطرح کردن یعنی اصلا یکی از عواملی که طالبان هر روز می جنگد و حال حتی نیروهای افغان را به خاک خون می کشد و حملات تروریستی و دهشت افغانانه را انجام می یک عوامل توجه کننده ایش این است که نیروهای خارجی بعد افغانستان را ترک کنند یعنی افغانستان به نوعی از دیدی طالبان اشغال هست توسط نیروهای امریکایی و ناتو اینا باید افغانستان را ترک کند تا به هر حال به نوعی صلح و امنیت در افغانستان ایجاد شود ها نه طالبان تا کنون و نه خارجی ها و نه حکومت افغانستان یک پلان مشخص و مدون و یک پلان استراتژیک نداره اینکه که خارجی ها بیرون برود بر چی اساسی بر کدام پلان از چه زمان شروع شود به حال یک لگو ده هزار نیروی خارجی در افغانستان بوده امروزه در حدود او چیزی که آمارها تا 16 هزار نیرو بیشتر نمانده یعنی اونا هم به عنوان مشاور و به نوع همکاری میکنند در بخش های نظامی با نیروهای نظامی افغانستان یعنی امروز در غیر از چند پایگاه مشخصی که در بر اساس پلان استراتژی که بالات متحد امریکا هست نیروهای امریکایی در جای دیگر نیست به هر حال یعنی یک پلان مشخص نبوده اصلا خود طالبان بینشان اصلا اختلاف وجود داره اصلا معلوم نیست که فعلا طالبان وقتی ما میگیم کدام طالبان یعنی همون طالبان سیاسی و نظامی که از طرف بیگانگان و به خصوص پاکستان حمایت میشه یا او طالبانی که از نظر اعتقادات و باورها به نوع مخالف این مسائل هست یعنی طالبان اعتقادی اونا یعنی طالب هم خیلی مشخص نیست کل مسائل, مسائل به صورت گنگ فعلا مطرح است تا هنوز آقای خلیلزاد این که چی خواسته هایی را با طالبان مطرح کرده باشه و از او طرف طالبان به صورت مشخص از آقای خلیلزاد و عنوان نماینده ایالات متحده آمریکا چی خواسته باشه خیلی فعلا روشن و واضح نیست و خبرهایشان بعدا احتمالا درز بکنه ولی تا کنون یعنی ای خود این گپ گپ تازه نیست از گذاشته ها همین وضعیت یعنی مسئله را طالبان مطرح کرد بله. فکر میکنید این خواست طالبان چقدر بجاست و در زمین که آیا خروج نیروهای خارجی از افغانستان میتوند نقطه پایان بر جنگ باشد؟ ببین به با نظر ما فرض را بری میگیریم که تا گروه های خارجی ها از افغانستان خارج شد و طالبان به پروسه صلح آمد ما باورمان هستم که خب ما گروه های جنگوی نمیدونم لشکری طیبه داعش القاعده این گروه ها که نوع دیگر اینا خیلی مشخصه شان صرفا به تغییر یک بیرق است اینا را چی گونه بتونم مهار بکنم لذا یعنی تنها راه این نیست که خارجی ها خارج ها و صلح هم در افغانستان با وجود میاد با آمدن طالبان بله. ده ها گروه های اف... افغان و تروریزم در افغانستان لانه کرده متاسفانه تنها راه این است که اف... حکومت افغانستان قدرتمند شود نیروهای نظامی افغانستان قدرتمند شود تا بتاند به هر حال گروه های تروریستی دهشت افغان اونایی که با مردم افغانستان می جنگن اینا را سرکوب بکنه وقتی اینا سرکوب شد خود به خود به نوعی امنیت ایجاد خواهد شد و یک ایده ای را که به حال را بازن اونا دیگه دست از سلاح بردارن دست از جنگ بردارن بیاین در افغانستان مثل اف... دیگه از سایر مردم افغانستان زندگی بکنن میتونن راحت در پروسه های انتخابات شرکت بکنن حالا بسیار از طالبانی که آمدن راحت زندگی میکنن و یک ایدهشان اصلا خود را در انتخابات کاندید کردن و همسال هم بله. و در غیر از ما مشکلات زیاد داریم یعنی یک وقتی تو احساس میشه که آقای حکمتیار یعنی حزب گلبدین حکمتیار وقتی در پروسه صلح بیا بسیار از مشکلات حل میشه نه تنها حل نشد که مشکل چند برابر شد افغانستان وضعیتش بسیار پیچیده است متاسفانه و تا نه با نیروهای خارجی و نه با صلح با طالبان حل نخواهد شد تنها راه این است که افغانستان قدرتمند شود افغانستان نیروهای نظامی ما در حقیقت تجهیز شود تا بتانه از مرزها و از این سرزمین دفاع بکند در بر, بر علی همه آن گروه های دهشت افکن اونا را اجازه نتن که در افغانستان لا نبیزن بله. یک موضوعی که آقای صدری گنگ مانده که با وجود همه نشست هایی که در مورد سل شده است و مقام های طالبان چندین بار دیدار کردن حتی با مقام های امریکایی و همین سفر اخیر خلیزات چرا یک سیاست روشن و همچون یک برنامه روشن وجود ندارد از اینکه طالبان هم بیشنن در میز گفتگو حکومت افغانستان و همچنین آمریکا هم من یک میانجی با هم گفتگو کنم اون خواستایی که طالبان دارد باید مطرح شود. چرا این به شکل یک گنگ مانده همیشه سفرها میشه و نتیجه نمیده خب ببین چند مسئله هست یک این که خود چیزی به نام جریان طالب خیلی مشخص نیست شما ببین مثلا نهای ملا عمر به عنوان رهبر طالبان سه سال در پاکستان قبل در پاکستان فوت میکنه بعد از سه سال مشخص میشه که ملا فوت کرد با. از به حضور شما اصلا چیزی به نام یک جریان مشخصی ریشداری به نام طالب که خواسته های بسیار مشخص داشته باشه وجود نداره و این طالب سیاسی نظامی وابسته به بیگانگان از متاسفانه لذا به دست خودشان نیستن اینا که بیاین تصمیم بگیرن که بر چی میارهای به هر حال باید بنشینن خب یک زمان اینا طرح میکردن که خارجی ها خارج خب تعداد زیادی نزدیک یک لک نیروی خارجی بیرون رفتن فعلا که خیلی نیروهای خارجی وجود نداره استان و چند پایگاه مشخص متمرکز هستن خون به هر حال به نوع های خارجی رفتن دیگه یعنی خیلی های خارجی نیست این که بعد اینا اول میگفتن جنگ ما این بود که های خارجی رو ما زمین گیر کنیم بکشیم بعدا اومدن نیروهای امنیت پلیس روز هر روز پلیس افغانستان رو میکشه یعنی چی توجه و دلیلی میتونه برای طالبان باشه پس ببین یکی این که خب طالبان خودشان مستقل نیست خیلی مشخص نیست طالب رهبرانش کیست در کجاست چگونه چه اهداف را دنبال میکنه مسئله بعد این که خود حکومت افغانستان هم متاسفانه یک پلان و برنامه مشخصی راجع به صلح و جنگ نداره یعنی صرفا اگر خارجی ها یا گای جرقه های کشورهای همسایه زدن که به اصطلاح صلح اینا تلاش میکنن صلح وقتی که مسائل جنگ بیشتر داغتر میشه اینا میاین رئیس جمهور یا رئیس اجرایه یا کسی دیگه وزیر تلاش میکنن که به جنگ پا فشاری بکنه لیزا یعنی یک پلان مشخص مدون نبوده از آنجایی که آقای خلیلزاد به نوعی تا حدودی ای را اینشان شناخت و آگاهی از جریانهای در حقیقت طالبان جریانهای دیگر منطقه و حال پاکستان و جریانهایی که در درون خود افغانستان هست سیاسیون اینا را خوب میشناسه اگر تصمیم و اراده ایالات متحده امریکا واقعا این باشه که در افغانستان به نوی یک صلح و امنیت و آرامش به وجود بیاید امیدهای میره یعنی که تا حدود امیدها هم وجود دارد که بتانه یک صلح تا حدود را پایدار در افغانستان به وجود بیایه و شکل بگیره یعنی این برمیگرده به چندین اراده اراده ایالات متحده آمریکا در صورت که منافعش اقتضاب بکنه اراده افغانستان باز وابستگی دارد متاسفانه به اراده ایالات متحده اراده گروه های جنگ افروزی که جنگ میکنن اراده شان بستگی دارد به اراده کشورهای همسایه یعنی پاکستان باید منافعش اقتضاب بکند که طالبان را تحت فشار قرار بده یا گروه های دیگر را که دست از جنگ بردارند یعنی چندین اراده مبتنی بر منافع به متعارض در افغانستان باعث شده که مو فرمای شما یک پلان مشخص و مدون راجع به جنگ و صلح وجود نداشته باشه یعنی یک ابهام و سردرگمی وجود داره چون اراده جدی و بر صلح و در حقیقت امنیت در افغانستان وجود نداشته بله آیا فکر میکنین که آمریکا هم میره بپذیره از اینکه نیروهای خود از افغانستان خارج کنه ببین گپ اینه که ایالات متحده امریکا به نوی اصلا حضورشان در منطقه بر اساسی نبوده که بیاید در افغانستان و امنیت و صلح پایدار ایجاد شوه و به نوی در افغانستان افغانستان به ترقی و پیشرفت خب منافع ایالات متحده امریکا اقتضا کرده که در منطقه بیاید به نوعی حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان مهمه یعنی همونطوری که در خلیج فارس آمد پای گازت آمدن و در کشورهای دیگر مثلا آ، آ، مثل در کوره آمدن در افغانستان هم به نوی ایالات متحده ای امریکا احساس میکنه که به عنوان یک بر قدرت جهانی و سوپر پاور در دنیا باید در همه مناطق حضور داشته باشه و در بخصوص مثلا در افغانستان که یک جای استراتژیک و بسیار مهم است و رقیبا را میتونه براحتی از همین افغانستان کنترل بکنه چه از چین و روسیه و مثلا ایران به همین جهت است که ما بعید میدانم که این شرط طالبان را بپذیرند که نیروهای خود را کاملا خارج بکنن ولی خب به نظر من میرسه که به نوعی بعضی از مستشاران یعنی در حدود چند هزار نیرویی که به عنوان مستشار در افغانستان حضور دارند نیروهای خود را ایالات متحده آمریکا خارج کردن یعنی در حدود یک لک نیرو بودند و رفتن بلد. لذا این که به صفر برساند و هیچ نیروی حضور و هیچ پایگاهی نداشته باشه به هر حال باز اون پلان استراتژیکی که با افغانستان به امضا رسانده بود و چهار میره به می خاطر است که این مسائل خیلی به نتیجه نمیرسه به خاطر که شرط ها هم شرط های سخت است مثلا طالبان میگه خب شما باید برین بر چی مکانیزمی برین به اصلاح آیا طالبان تعهد خواهد داد که اگر خارجی ها رفت دیگه دست بر میدارم مسائل دیگه مطرح میشه آیا طالبان باز میای قانون اساسی افغانستان را میپذیره؟ آیا افغانستان باز همین شیوه و میکانیزم دموکراسی در افغانستان بر اساس انتخابات شکل گرفته ای را میپذیره یعنی آیا حضور زنان را در اجتماع میپذیرند؟ ده ها دیگه باز مطرح میشه که طالبان بر کدام ایده بر کدام تفکر میخواد باز در افغانستان بیاید؟ آیا خودشان با یک امو ایده و تفکر صحابی خود میخواد بنوی بیاید یا نه؟ یا میخواد به اصطلاح به نوی همین سیستم افغانستان قانون اساسی افغانستان اینا رو همه رو میپذیرن و سلا را به زمین میگذارن میاین اگر چنین این باشد که سلا را بر زمین بگذارد بر اساس قانون اساسی افغانستان را بپذیرد و در پروسه صلح بیاید این کار خوبی است یعنی خارجی ها خیلی تا هنوزم خیلی کار مشخص بر افغانستان انجام نداده به خصوص راجع به صلح افغانستان و اگر طالبان واقعا بیاین بگن که بعد از آمدن طالبان و صلح یعنی گروه های تروریستی دیگر باز مسئله دیگر است که حالا امروزه و مسئله اقتصادی که امروز 70 فیصد بودجه افغانستان حداقل بودجه خود حکومت را ایالات متحده آمریکا تامین میکنه آیا این مسائل چ... چی گونه حل خواهد شد این مسائل پیچیده و مشکل که در نهایت اینا کل اینا باید رویش بحث شود روش در حقیقت راهیابی و پلان ساخته شده که بر چی اساسی بر حال ایالات متحده امریکا افغانستان را ترک بکنه بر چی اساسی طالبان باید حضور پیدا بکنه آیا بر اساس امی مکانیزم حکومت باشه یا حکومت موقت تشکیل شوه یعنی اینا کلش مسائل جنجالی هست که بر حال ممکن است قابل حل هست نیست که بر حال در تمام دنیا بر حال در نهایت آخر آ... هر جنگ پایانش یک سل باید یک رای حل باید سنجیده شود ولی ما حرف ما این است که تنها طالب اینجا ها نیست گروه های دهشت افغانی دیگر هم هست با اونا چی شوهی باید در پیش باید. گرفت آقای سبداری شورای آلی سال گفته که طالبان به تنهایی صلاحیت ایره ندارن که در مورد خروج نیروهای خارجی در افغانستان تصمیم بگیرن باید مردم هم در این تصمیم شامل باشن فکر میکنی این گفته چی... چی, با چی خب بسیار گپ خوبی است یعنی شما ببین طالبان به هر نوعی اگر ما بپذیریم بب که طالبان به هر حال به یک عنوان یک نیروی افغانستانی بشناسیمشان نه به عنوان یک نیروی وابسته و خارجی بر حال بخش از از مردم افغانستان است لذا در این قسمت باید به صورت رفراندوم باشد همه پرسی باشد و هر شیوه دیگه لوی جرگه انعنوی باشد لوی جرگه قانون اساسی کلا اینا به هر شیوه به با نوعی باید همه مردم نظرش دیدگاهش در نظر گرفته شود و او زمان تصمیم گرفته شود که مثلا شما ببین خود پلان استراتژیک که با ایالات متحده آمریکا شد بر اساس همون لوی جرگه عنانوی انجام شد اونا تایید کردن درست آقای کرزی او زمان امضا نکرد بعدا در حکومت وحدت ملی امضا شد به هر حال به نوعی تحت عنوان یک لوی جرگه که نیروهای مختلف فا افغانها با هم نشستن و این مسئله را فیصله کردن و پلان استراتژیک با آمریکا را پذیرفتند و اگر قرار است این پلان استراتژیک بر نوی لغو شود و اگر قرار است خارجی ها خارج شود و اگر قرار است ده ها مسائل دیگه تنها طالب نمیتواند. یعنی اگر قرار باشه که طالب تصمیم گیرنده باشه خب حکومت افغانستان باید قدرت رو واگذار کند به طالب و مردم هم دیگر اینجا هیچ کاره باشد و لذا طالب تصمیم بگیره که کی خارجی ها خارج میشه بودجه افغانستان از کجا تهیه میشه با سازی ها چگونه صورت میگیره این مسائلی است که هر حال این گپ خوبی است که شورای صلح همین مطرح کرده که راجع به خروج خارجی ها و یا بوده ماندن خارجی ها باید کل کتله های مردم افغانستان به نوعی دخیل باشه خروج نیروهای خارجی از سوی طالبان در حال مطرح میشن که بعض شرکت های خصوصی از جمله بلک واتر بر طرح خصوصی جنگ در افغانستان تاکید کردن و گفتن بیشتر نیروهای خارجی رو چگونه شما را خب ببین من معتقد هستم که اصلا امنیت افغانستان نه توسط حکومت ها و نه توسط شرکت های خصوصی نظامی قابل تأمین نیست یعنی هم خود ایالات متحده آمریکا وقتی با یک لگو بیست هزار با یک لگو ده هزار نیروی خود در افغانستان آمد تأمین امنیت و سال نتانیست فعلا هم نیروهای خارجی و حال حضور داره ناتو حضور داره در حدود نمیفهم دو لگ پینجا هزار نیروهای نظامی افغانستان میشه حدودا در این حد خب آن چی که شرکت اگر بیاید چند هزار نیرو میاد یعنی شرکت قدر یک دولت قطعا نه پلان و برنامه نظامی را داره و نه توان را داره به نوعی شانه خالی کردن ممکن از خارجی ها باشه حتی همین صلح را من به نوی احساس میکنم که تلاشی ایالات متحده امریکا حالا یک گزینه دقل یک دیدگاه یا یک روی کرد همین هست که خارجی ها به نوی می به از این باطلاق و یا این وضعیت خود را خارج بکنه به نوی مسائل صلح بین الافغانی و امثال هم را مطرح بکنه تا به خود را از این باطلاق خارج کنه یک دیدگاه همین هست که یعنی آقای خلیلزاد آمده تا به نوی پای, پای خارجی ها را از افغانستان بیرون بکنه یعنی یک دیدگاه همین است ولی به با همه این مسائلی که مطرح است این است که بودن یک امنیت پایدار و ثابت فقط با قدرت متقی بر درونی یعنی حکومت افغانستان است که باید بتاند قدرتمند شود تجهیزات در اختیارش داده شود تا این امنیت افغانستان را به وجود بیارد نه شرکت و نه حکومت های بیرونی هیچ کسی نمیتاند در افغانستان به هر حال امنیت بیارد تنها نیروهای خودی افغانستان میتاند تجهیز شود تنویل شود و در حقیقت آموزش های پیشرفته را ببیند تا بتاند در افغانستان امنیت و صلح را برقرار سپاس سپاسگزارم آقای مهرابلی صفدری استاد دانشگاه زورتان در برنامه تشکر شما هم و هم خارا خلاصټړم شي په دغه وروسته کې یو ځل بیا د خزو په وړاندې تاریخواله زیات شوي په یو شمېر ولایتونو کې بیا په کومني عمر کې دنجونو وعده ول هغه څه دي چې د بشر حقوقو د کمیسون اندخنه هم راپورته کړی لاچولې لدومر مصرف سره لدومر د نړیوال ټولنې لمراسته سره سره لا هم او تاسو شیدان شي په ولایت کې پاک سره ولایتونو کې په مرکز کې د خځو په وړاندې تاوتری خل اللهم استعین اللهم نذل المنزه تعالی عواملی سره په دا ټول موضوعاتو به بحث ولرو په استډیو کې ململورو د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د خځې د خځو د برخې مشره اغلی لطیفاس سلطانی را سره ملمنه لاغلی سلطانی سره په دا ټول موضوعاتو به بحث ولرو اغلی سلطانی سره مخه ستړي مشه تشکر درود خدمت شما او بینندگان محترم برنامه شما ته غیر من رزق پای لدیس حقوق او شی ولې د دې په ځا کې لږه کومه کوونه او وشو دومره مرسته وشله د نړیوال ټولنې له مرسته سرا سره لا هم د خزو په وړاندې تاوتریخواله لرو ولې نه دا کم شوي هداقل کلمن ځنه نه دتله ولې کم شوي نه ده مسله بحث خوشونادله زنون یو از گرفتاری های جامعه امروزی زنون افغانستان هستند خوشنات متاسفانه هم خشونت های ساختاری برای زنان افغانستان هستند و هم آ آ آ یک سری عرفها و انانات نفسند بیشتری موضوع شدت میبخشن شما اشاره کردین با توجه به کارها و کمک هایی که در سه حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته خشونت لای زنان همچنان ادامه داره بله این موضوع هست خشونت لای زنان در افغانستان یک مسئله بسیار از دیر باز بوده سابقه تاریخی داشته و مسئله جنگ ناامنی تداوم جنگ و منازعات داخلی در افغانستان شدت موضوع بیشتر ساخته به خاطر که جنگ نقطه مقابل برای تامین حاکمیت قانون هست بنان زمانی که حاکمیت قانون سراسری نباشد زمانی که حاکمیت قانون با چالش مواجه باشه زمانی که ما شاهد جرایم و بحران های در جامعه افغانستان باشیم که مردان افغانستان از یک طرف اینا در خدمت جنگ هستند بالای روحیشان جنگ همچنان تاثیر منفی میگذاره مسئله اقتصادی هست مسئله بیکاری هست جرایم روزافزون ما شما میبینید در افغانستان این مسئله روی دست به دست میشه و مشکلات را در در خانواده ها با وجود میاره که مردها بر علی زنانشان خشونت اعمال میکنن بی به حقوق زنان چالش دیگه ای هستن که در جامعه افغانستان وجود داره متاسفانه ما برای بلند بردن سطح آگاهی یک فرد میتونیم باز به موفق شویم برش بگوییم که زن داره حقوق هستن ا یو مثلا برنامه های تبلیغاتی و اوقیریه برای جامعه برگزار کنیم با یک برنامه ما میتونیم ده ها نفر راګه بسازیم اما تغییر احسان مردم تغییر سلوک مردم شوهه و رفتار مردم با ثانی تغییر نمیکنه یک پروسی طولانی مدت هست که دایره کار های فرهنگ سازی باید سرعت دکوم وروخت نور بدونی تاسو مثلا شپارس ولس کال کیږي چې په دې برخه کې کار وشو تبلیغات وشو هم په هواي ورکل شو دا څه چې لازیات مودي ته ضرورت لري لازیات وخت څومره وخت نور ضرورت لري چې هدا کله موږ کولی شو چې د خزو پورانې تاوتری خلابه هیڅ سفر ته ورسیږي بسیار سخت است ای مسالر کښمه اشاره کردین ممکن نیس په یزوري خو شونه د لزانونو یو پدزی هستند چې تنه در افغانستان هم نیز در خیلی از هاش ما میبینید گزارش های را نظر به نفوس و جمعیت هر کشور خوب فرق میکنه که چقدر آمار خوشنود علی زنان ثبت میشه اما نوعیتش فرق میکنه از یک کشور تا به کشور دیگه مثلا در افغانستان خوشنود های خانوادگی لد و کوب، اخراج زن از خانه این کار از حق میراث حق مهریه حق مالکیت زنان تجاوز جنسی حتی در حریم خصوصی که در افغانستان این مسئله اصلا خشونت گفته نمیشه ع مسله تمکین تمکین زن در برابر مرد بسیار شایع هست و مردم بیشتر به ای مسئله تکید میکنن که زنان باید تمکین بکن و گذشته از او خشونتهای لفظی روانی که در افغانستان هیچ به عنوان خشونت به حساب نمیشه تحقیر زن توهین زن تهمت زدن یکی 24 ساعت زیر بزنی مثلا گپای رکیک بریش بگوی توهینش بکنی که تو زن هستی نقص العقل هستی مثلا دختر زای هستی چرا بچه به دنیا نمیاری یا اگر مثلا یک دختر عروسی بکنه زن شوه و بعد از شش ماه مثلا نتونه حمل بگیره بلا فاصله تصمیم میگیره که یک زن دیگه باید گرفته شو برای اینکه میگه این ای, ای نوزا هست و نمیتونه طفل به دنیا بیاره بدون اینکه به دکتر مراجعه بکنه یعنی مشکلات جامعه امروزی افغانستان هستن که زنا بیشتر با این مشکل دست پنجه نرم میکنه و همچنین اطفال در درون خانواده پکه مو سیمو کی زیات دغه د خزو په وړاندې تا او طریقواله صاحب تيږي خو ouais. دا نشي د طالبانو یا نامني د هاغ سیمو, سیمو کی تر سره داسې پیخي تر سره کیږي چې حکومت هاله نشته یا پټول کې د ویلو شو چې دا واسلوال طالبانو کنټرول په هاغ سیمو کی بل داسې مرکزونو مشته مثلا خپل کابل کې هم د شکایتونو سب شوې د ولایتونو په ولا سوالو کې په مرکزونو کې اساس معلومات سړي یا د بشره د حقوق د کمیسیون معلومات سړي چې اکثره دغه پیخي په کوم سیمو کې ست شوې اا خب ای مسله برمیگرده به تعداد نفوس هر ولایت مثلا در کابل ما آمار خوشنودی زنا نسبت به تمام ولایت افغانستان که بیشتر ثبت میکنیم این نیست که در, در کابل خوشنودی زیاد است در کابل خب گرچه که متاسفانه اکثر شماره دقیق نیست هنوز هم بعضی اینها میگن 6 میلیون نفر زندگی میکنه بعضی ها حتی میگن 6 هم بیشتر هست اینال نظر در نفوسی که در کابل زندگی میکنن مردم این بیشتر هست و در کابل مثلا امنیت هست زمینه مراجع خانم ها بیشتر شده به نهاد و قضایی افغانستان تبلیغات و کارهای رسانه ها هم بدون موانی صورت میگره اما در ولایت دیگه مثل هرات و مزار شریف و بامیان و مناطق مرکزی هم گرچه که به اندازه کابل نیست اما نظر به نفوسشون یعنی امار خوشونت بیشتر هست اما ولایت ما داریم که ما امار خوشونت نداریم ساعت تحت کنترل طالبان است هم خصم شما اشاره کردین ساحت تحت کنترل دولت خارج است این ساحت به ایمانو نیست که خشونت اصلا وجود نداره هست اما زمینه کارهای رسانه ها کمتر هست جامعه مدنی نمیتوند در اون صحات مثلا دسترسی داشته باشه کمسیون بشر افغانستان هم که در ساحات نمایندگی نداره ولایت هم ما داریم که اصلا نمیتونیم کار کنیم حتی ولسوالی هایی که امکانی مثلا نظارت بر وضعیت حقوق بشری زنا برای کمسیون مقدور نیست و این مسئله برای ما یک چالش بسیار جدی هست بناهن هر امنیتی نسبی حاکم باشه و تعداد ولایتی که در او امنیت مثلا برقرار هست بیشتر شوه ما شاهد افزایش مراجع خانم ها هستیم چون در ولایتی که ما قربانی خوشونه زنان مثلا نداریم یا کس با قربانی شکایت نمیکنند به این هستند که عرف های دست هنوز هم یک چالش برای زنان هست مانی ورود زن هاست خانه که شکنه شکایت بکنند و بله، امیت هم برشان اجازه تا نمی تاست دا دا. مهم موضوع اشاره کرد چی زین ولایتون ندزدی چی شکایت ندار سبت شو به حال داشت مثلا تا تاوتریخوال موجود دا دا محاکمو ته لاسرسی مهمه برخه ده شي په دې برخه کې څومره کار کش شوی ده څومره کار باید وشي تر څو ښځینه که چېرته تاوتریخوالی رامنځته کېږي چې دوی وکولی شي محاکمو ته لاسرسی ولري محاکم هم عین مسئله هست که محاکم بیشتر در ولایاتی امن افغانستان برای مردم خصوصا برای زنان قابل دسترس هست در ولایت امن افغانستان اول می که ارف و, و محدودیت های فرهنگی اجازه نمیته برای زنان که انا به محکمه مراجعه بکنن اگر هم بعض زن ها جرئت بکنه اینا در محاکم قضایی به صورت درست و عادلانه رسیدگی نمیشه نفوذ افراد با نفوذ منطقه هنوز دیده میشه هنوز زور خمندن سالاری هست هنوز رشوه هست هنوز فساد اداری هست در نقاط دوردست анмадуятои фарҳанги ҳокимияти зур ино як чолишҳои бисёр бузург ҳастан фарори занони афғонистон на танҳо маҳокиме ки таҳти контроли давлат ҳаст маҳокими расмии давлат балки маҳокими саҳроӣ ҳам ҳаст шумо шоҳид ҳастен ки солона даҳо маврид қазоёи занон ба номи қатлҳои номусӣ сабт меша в мустанад меша и қатлои номуси бештар дар соот сурат мегираки окимияти онн н محاکمی که مشروع باشه محاکمی که به عنوان نماینده دولت مثلا داخل کار و اقدام باشه در اوتقه فعالیت نداره بنان قتل‌های های ناموسی بیشتر بر اثر یک جرگی خانگی صورت میگیره همی که ببینه که یک زن مثلا نفرمانی میکنه در مقابل شوهرش یا ازدواج های اجباری خب بیشتر پیامدش قتل است متاسفانه چون در ازدواج اجباری طرفین راضی نیست خصوصا ها بیشتر قربانی میشه و زمانی که نه پا به خانه شوهر میمونه م... مثلا مسئله جدال و بگو مگه خشونت ها شروع میشه به خاطر که رازی نس با این نفر زندگی بکنه همیشه در تضاد هستن دو نفر همین میشه که متاسفانه تصمیم میگیرن که چون ناموس ما هستن ایره ما زنده تحویل نمیتیم که طلاق بتیم و طلاق هم تابو هست در, در افغانستان هنوز هم یعنی برای مرد های افغانستان بسیار سخت است وقتی که زنش ها طلاق بده و یادم بره با یک فرض دیگه ازدواج بکنه بنا اون اینا رای چاره رای چاره ای که برای زن وجود داره میگه ایر باید از بین ببریم چون ناموس ما هستن و ما نمی نمیتونیم ببینیم کی رفته با کسی دیگه ای ازدواج کرده این مسئله تابو هست هنوز در افغانستان و اینا بیشتر خودشان قضاوت میکنن خودشان تصمیم میگیرن و خودشان فاعل کار هستن ما کیم هم خوب شما میبینین که در افغانستان متاسفانه شایع هست در مناطق ناامن افغانستان در ساعتی که طالبان حضور داره محاکم صحرایی هنوز هم ریواج هست هنوز هم مخالفین مسلح دولت افغانستان زنان دره میزنن البته با هماهنگی با مردم محل مردم محل خانواده قربانی یعنی خودشان راضی هستند که چون یک دختر که از خانه به اثر خشونت خانوادگی رای چاره نداره و فرار میکنه و میخوای خود به یک جای امن برسه این درا دستگیر میشه یا توسط تقاریبش توسط خانواده و خشاونده و مردم محلش و یا هم توسط مخالفین مسلح دولت زمانی که ای دستگیر میشه ایر میبره به یک جای د رامي زنه یا سنگثار و يا همچنان تیر بارانش میکنن اينو ماقيم سرواي هستند چې متاسفانه در ساعت کې دولت حاکميت ندارهي مساله بشتر مشهود است دغه زيرسن نواده برکيم کوغه کې ګوچ په دغوروسه کې قندهار ولایت کې چې دا زيرسن ودونه زیات شو دي تاسو معلومات سړي چې ولې په دغوروسه کې دا زيرسن ودونه زیات شو وي گرچه چې ازواج هاي اجباري تا شش میا نه خوشتي سالماني 97 97 کې ما هر ځوابي کړم افزایش زیاد قابل چشمگیر نداشت در افغانستان اما ولایت قندهار به دلیل زیر های اجباری زیادتر یعنی مشاهده میشه به دلیل گزارش داده میشه در این ساحات ازدواج های اجباری خیلی زیاد هم بوده در قدیم و امروز هم متاسفانه با وفور دیده میشه اما گزارش ها بسیار کم هست در ولایت امن افغانستان این مسئله کاملا هویدا هست یعنی ما در افغانستان ادعا نمیتونیم مثل کشورهای دیگه ای که بگیم ازدواج اجباری کم شده ازدواج های اجباری هنوز گزارش داده نمیشه فقط از ساحات امن افغانستان گزارش داده میشه ساحاتی که مثلا کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادها بیشتر فعالیت دارن و ما در اکثر موارد ازدواج های اجباری که کمیسیون اطلاع پیدا میکنه ما مداخله قانونی میکنیم و کوشش میکنیم که این پروسه را مختل بکنیم و مزایمت میکنیم برشان نمیگذاریم که ازدواج های اجباری صورت بگیره بله بل مهم موضوع تدارازو چې دا د عامه په هوایي موضوع ده یا د تبلیغات موضوع ده مخکې تاسو مرته یادونه وکړه په دې برخه کې ډیر کارام شوای سمره باید کاروشي تر څو کول شو ځکه اکثره دغه پیخي چې دا د ناپوهې له وجې سګنه پويږي چې مثلا یو انجلې کوم حق لري یو انجلې ته باید کوم حق ورکړ شي اکثره دغه پیخي هغه مراسم کې چې ناپوهي موجوده په دې برخه کې معلومات نه لري سمره هم په اوي برخه کې کار شوی فکر کوي چې سمره کار شوی بسنه کې کافي دونه کار کول لا هم زیات کار ته اړتیا ده چې لاس زیات کار کاروشي په دې برخه کې در قسمت بلند بردن سطح آگاهی مردم هم قبلا نمی اشاره کردم که مسئله آگاهی دهی یک مسئله هستند که نمی تمام مشکلات مردم افغانستان حل بکنه محدودت های فرهنگی که در افغانستان وجود داره ای بیشتر به مسئله فرهنگ سازی از ضرورت ده کار فرهنګزۍ مثلا کار کمشن حقوق بشر افغانستان نيست موږ میتونيم در رابطه به بلن بردان شت اوګايي ښځو ها نسبت به حقوق شون برنامه هاي اوګاييدهي داشته باشيم اما ما نميتونيم برنامه هاي فرهنګزۍ چه کويم طرح کويم هي برنامه ها مربوط وي وزارتونه سره مثلا د اطلاع او فرهنگ وزارت سره ډېر مهم دي همدارز د هر جوقاف وزارت سره هم همغږي باندې وکول شي هدا حداقل مسجدونو څخه وکول شي دوی په دياک تبلیغ کوي چې یو وخت هم حق لري اسلام کم حق ور کرده یا ساسی قانون کم حق ور کرده آه، ای مسئله بسیار جدی هست چون جامعه افغانستان جامعه سنتی است و در این حال یک جامعه مسلمان هستند مردم بسیار معتقد هستند که همه کار است طرف افغانستان بنابراین عالم دین در مسجد میتونه بسیار موثر واقع شود عالم الدین متاسفانه شما میبینید که تمام روز تبلیغات سو میکنه اگر شما از مثلا طرف شارک میرین متوجه باشین از مسجد شاید و شمشیره اگر ما گوش بدهیم به خطبه هایی که از جانب عالم دین از این مسجد بلند میشه میگن زان نقص العقل است نمیفهمم که باید پاشنه بوت زن بلند نباشه کوری بوتشان صدا نداشته باشه این صدا تحریک کننده هست مردار گمراه می از مشار با زنان در حضر باشید اینو یعنی تبلیغات سو هستند یعنی دین مقدس اسلام یک دین کامل هست یک دین است که رهنمای بشریت هست 1400 سال پیش یک فرد باهوش و با عقل مثل پیامبر مقدس اسلام ظهور کرد و پیام خدا را به مردم ابلاغ کرد گفت که ای انسان شما از مرد و زن آفریده شده اید قبیله قبیله و همچنان شوبه شوبه برای اینکه همدیگه را بشناسین و دین مقدس اسلام مطابق با مقتضیات شرایط و زمان 1400 سال پیش حد اقلها را برای زنها در نظر گرفته مثلا دو زمان اگر میگفت که یک زن می تنها سفر بکنه نمی به خاطر که زنها میزان آسیب پذیریش 1400 سال پیش به مراتب بیشتر از امروز بود. دختران عرب زنده به گور می شد. 1400 سال پیش دین مقدس اسلام پیام خدا رو به مردم ابلاغ کرد که و نفوس زوجت به ای بیم قتلت اگر ما واقعا منطق داشته باشیم عقل داشته باشیم و شعور داشته باشیم میفهمیم که دین مقدس اسلام از هیچ گناه امتیاز و برابری میان زن و مرد دریغ نکرده انسان برابر آفریده هیچ جای دنیا نمیگه که یا هر الرجل یا هن النسا میگه که یا ایو هن ناس, ناس خطاب به مردم هست خطاب به انسان هست یعنی ای و ای مرد خطاب به دو قشر جام است دین مقدس اسلام میگه که اطلب العلم ولو بسین یعنی دانش بیاموز ولو در چین باشه طلب العلم علا فریضتون علا کل مسلمین و مسلمه دانش بر مرد و زن مسلمان فرض است چرا امروز در نقاط دوردست افغانستان به زنهای جازه داده نمیشه که شما برین درس بخوانید مگه دختر هستین شما باید زیر چادر بیبی بی دو جهان فاطمه زهرا پوت پنهان باشین ما در, در, حالت ما متواصل به همچون کپ هایی میشیم که هوش نداریم عقل نداریم از نعمت سواد بی بهره هستیم اگر واقعا مردم افغانستان زرنگ باشه و خصوصا کسایی که بسیار سنتی هستند یک کمی به خود زحمت بیتن و عالمای دین هم مسئولانه عمل بکنن ما از نظر دین ا موږ مشکلات نه درهم چې امروزه د هر افغانې زنانو افغانستان په ډېر خوم آزاد اشاره وکړه اوس پښتنه دا پدایکېږي چې سمره همهنګي موجوده د حاجو اوقاف وزارت سره د بشر دو حقوق د کمیسون یا پټوله کې لېتلاتو فرنګ وزارت سره ډېر مهم رول لري لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هم غږی موجوده هغه همنګي موجود هسته ما سالونه در برنامې ها یوګويده خو د زنانه افغانستان هم سهیم mesaze علمایی که ما سهم میسازیم ای علما متاسفانه با متبقی علمایی که باور آنچنان به با حقوق زنان و حقوق بشر دارند، در تضاد قرار میگیره تعداد از علما واقعا رضاکار هست با کمیسیون همکاری داره اما سراسر افغانستان تمام علما و عالم دین افغانستان وظیفه ما نیستن که ما اینا را

کینو در مساجد و منابر در رابطه با حقوق بشر و حقوق زنان چی باید بگوید اما وزارت حج و قاف افغانستان هم متاسفانه در شرایط کنونی که شما میبینید که مسئله بنیادگرایی هم در حال رشد است شما جنگ منازعات داخلی رو میبینید بخشی مسائل برمیگرده به مسئل و مسئله بنیادگرایی و افرادگرایی در افغانستان دایش از کجا شده؟ همی طالبان ناراضی که امروز به عنوان مخالفین مصالح دولت افغانستان اینا با دولت میجنگن و از هیچ گونه آسیب بر علیه افراد ملکی در افغانستان اینا دریغ نمیکنن کنن همی های هستند که به شکل افراطی تر امروز به نام داعش آمده مردم سر میبره این مسئله است که ثابت می که رشد افرادگرایی و جریان های افراطی در افغانستان هم در حال شکرگلی و در حال افزایش هست یعنی این ثابت می که حج افغانستان از, از کنترل همچون مسائلی در افغانستان آجیز هست بل ایوبل مهمه موجوده چې په زینو سیمو کې په زینو ولایتونو کې داسې چې وانجلې له دولسم ټولګي څخه فارغ شاوې ته اجازه نه ورکول کېږي په هانتون تلاشی په هانتونو ولولې یا همدارنګه شپګه موم ټولګي پورې دوتې اجازه ورکول کېږي سن چې کله بلوغت ورسيږي به اجازه نه ورکول کېږي دوی خونځوي تلاشی په دې برخه کې قصوم را کار مهمه څومره کار باید په دې برخه کې وشي زکه دا د وانجلې حق د شګه باید لوړې زده کړو کې هغه باید خونځوي ولولې این مسئله بیشتر در ساحات هستن که متاسفانه ما کنترل ما همچنان دسترسی نظارت بر وضعیت حقوق بشر نداریم در ساحات ناامن افغانستان در ساحات امن افغانستان همچون مسائلی که ما داریم هر دختری که با کمیسیون مراجعه بکنه و ما بشنویم که مثلا دختر تا سن 6 سن بالا اجازه تحصیل نداشته کمیسیون مداخله قانونی میکنه بر خانواده های زنا مشوره میده که این کار خلاف ارزش های حقوق بشر و خلاف دین مقدس اسلام هستن فرمایشات دینی خصوصا اما در ساحات دوردست افغانستان هنوز هم متاسفانه این مسئله موجود است ما شما شاهد هستیم که در انتخابات پارلمانی سال 1397 انتخابات شورای ولسوالی ها به تعویق افتاد چرا چون بیشتر از 100 ولسوالی در افغانستان هیچ کاندیدی برای شوراهای ولسوالی افغانستان نداشتند یکی از شرط هایی که برای شوراهای ولسوالی در افغانستان بود تحصیلات صنف 12 بود که یک زن حداقل تحصیلات دوازده باید داشته باشد تا خود کاندید بکنه متاسفانه دختر خانمایی که اجازه برش داده نمیشه که ناسین شش بیشتر درس بخونه چطور اینا بتونه سند دوازده داشته باشه و چطور اینا میتونه جرأت بکنه که با و یک بشوره های ورسواله ها رو پیدا بکنه و یکی از مزرات بسیار جدی فراری زنان افغانستان هستن که فرهنگ سازی شوا مداخله شوا و جلو همچون ممانعت های باید گرفته شه دلیل از تمنا ده بشر حقوق و خپلواک کمیسیون ده خزو ده برخه مشرا لطیفه سلطانی را مننه منام یاد خدا سلام صبحتان بخیر و برنامه آغاز روز و به بخش ورزش این برنامه خوش آمدید بینیدار عزیز سیشنبی ها مرور می داشته باشیم به خبرهای ورزشی یک هفته که در افغانستان و در جهان اتفاق افتاده خبر اول از کورس داوری فوتسال آغاز می کارگاه آموزش دهی داوری بین المللی فوتسال در کابل به پایان رسید این کارگاه آموزشی از یک هفته قبل از سوی فدراسیون ملی فوتبال کشور و با همکاری فدراسیون فوتبال جهان یا فیفا در کابل برا انداخته شده بود در این دوره آموزشی سی داور فوتسال از چهار ولایت کشور مشمول پایتخت شرکت کرده بودند که تازه ترین روش های قوانین داوری فوتسال را برای پنج روز به شکل عملی و نظری زیر نظر صدرالدین موسوی مدرس ایرانی فیفا در کابل فرا گرفتند. دستور امرهای جدید فیفا نحوه قضاوت کردند دستور امرهای تنبیات انضباطی، و مسائلی که در متن قانون وجود داره و چگونگی پیاده کردن اون قانون در زمین بازی رو برای این داورها ما آموزش میدیم که خوشبختانه داورهای جوان و آینده هستند که این از نقاط مثبتی که من در این کلاس دیدم داوران فوتسال کشور از پشت سر این دوره آموزشی خیلی خرسند هستند و برگزاری چنین کارگاه ها را برای رشد فوتسال کشور سودمند میدانند کورس‌ها و برنامه‌های مونندې برنامه متونه ست از ارتقای داورها و ورزش فوتسال را په سلات کلی به ر افغانستان پیشرفت وکړه و ما واقعاً خوشحال استیم علاوه <applause> سی پلار واچولسی هر کال یا په یو نیم کال یا په دوه کال کې مشکوله سوت چې په آسیا پس ته کې موږ پیش از این کارگاه های آموزشی داوری فوتسال در سال های 2013, 2015 و 2016 با اشتراک داوران برتر فوتسال ولایات در کابل نیز برگزار شده بود تیم ملی پرورش اندام, اندام کشور با کسب هشت مدال یک طلای چهار نقره و سه برونز به کارشان در رقابت های آسیایی پایان داد محمد آرون اعظمی مدال طلا این رقابت ها را در وزن مثبت 100 کیلوگرم به گردن آویخت مجیب الرحمن رحمانی عبدالعلیم احمدی عبدالصبور امینی و حمیدالله رستمی دیگر میل پوشان پرورش اندام کشور هستند که مدال های نقره را برای افغانستان رقم زدند رامین حسنزاده، امیدالله عمری و حمیدالله خوشدل مدالای برونز را برای کشور در این رقابت ها به ارمغان آوردند. پنجا و دومین دور رقابت های پرورش اندام آسیا با حضور سی کشور قاری کوهن در شهر پونه هندوستان برگزار شده بود که به نمایندگی از افغانستان عبده ورزشکار یک مربی یک داور و یک حیات در آن اشتراک کرده بودند. کاروان تیم ملی فوتسال افغانستان برای انجام دو بازی دوستانه راهی ازبکستان شد این دیدارهای تدارکاتی برای آماده سازی هرچی بیشتر ملی پوشان فوتسال برای حضور در رقابت های مقدماتی زیر سن 20 سال آسیا گفته شده است کاروان 20 نفری تیم ملی فوتسال کشور صبح پنجشنبه برای انجام دو بازی دوستانه راهی تاشکند ازبکستان کردید پس از انجام دو بازی دوستانه اردوی تمرینی تیم ملی فوتسال 20 سال کشور تشکیل خواهد شد که کمیته فوتسال هدف آن را آمادگی برای دور نخست رقابت های مقدماتی قهرمانی آسیا که تا چهل روز دیگر در ایران برگزار می شود انوان می کنند. استفاده از بازیکن جوان 20 سال ما در قالب تیم ملی برای که یک مسابقه ملی را تجربه کرده باشند تا با یک آمادگی بهتری در مسابقات قهرمانی آسیا که چهل روز بعد هست در دور مقدماتی رقابت‌های قهرمانی فوتسال 20 سال قاره کوهن شش تیم مرکز آسیا حضور دارند و نظر به قراکشی کنفدراسیون فوتبال آسیا افغانستان در گروه اول با تیم‌های ایران و ترکمنستان رقابت خواهند کرد و تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان هم در گروه دوم قرار گرفتند. ان آماده شدیم برای مسابقات ازبکستان. امروز سفر داریم به خیر. تقریبا دو تا بزی داریم ان که دست پر برگردیم این میتونه یک مک خیلی جدی باشه برای تیم ملی ما چون ما بعد یک سفر دیگه هم به مسابقات دوستان سال تاجیکستان در او هم میتونه مک باشه و ما چه روز فرصت داریم تا از تجارب استفاده کنیم گفتنی است که دور دوم رقابت های قهرمانی فوتسال 20 سال آسیا در سال 2019 میلادی به میزبانی کشور مالزیا برگزار خواهد شد بله به این دایزیز رسیدیم و پایان برنامه آغاز روز تا روز بعد خداوند آفظ نگه دارده.